سلام دوستان، به کانال خودتون مجله آموزشی سرگرمی شکی در منطقه پیچ‌آباد خوش اومدید. از همه کسانی که عضو کانال شدن و در آینده عضو خواهند شد خیلی متشکریم. امیدواریم اطلاعات و ویدیوها براتون مفید باشه. این کانال گربه‌سانان هر هفته دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران پست جدید آپلود میشه. توی این ویدیو به یک سوال پرتکرار بر اساس تحقیقات دانشگاه جانورشناسی کوینزلند پاسخ می‌دهیم. امیدواریم مورد توجه شما بیننده عزیز باشه. احتمالاً حتی یک مرتبه هم این تو ذهنتون اومده باشه که حیواناتی که توسط حیوانات وحشی کشته میشن احساس درد زیادی میکنن و اینکه وقتی حیوانات زنده خورده میشن چطوری ساکتن و درد رو تحمل میکنن. ما امشب توی این پست به این سوال پاسخ میدیم. در اینجا دو نکته ضروریه. بیشتر حیوانات ویژگی های چهره ای ندارن، چون که برای بیشتر گونه ها براشون مفیده که احساس خودشون رو پنهان کنن. به عنوان مثال اگه آهو به دلیل معده درد ظاهری شکنجه آمیز داشته باشه، شیر میفهمه که اون آسیب پذیر شده و بهش حمله میکنه. برابر این حالت های نمایشی چهره اغلب تطبیق پذیر با درد حیوانات نیستن. اغلب حیوانات دردشون رو پنهون میکنن که به دلیل آسیب پذیری مورد حمله قرار نگیرن. بسیاری از افرادی که در تصادفات وحشتناکی بودند اعتراف میکنن که تا حد زیادی بلافاصله درد رو احساس نکردن. حتی بعضی افراد به قول معروف بدنشون گرمه و بعد از تصادف راه رفتن، اما بعد مدتی احساس درد داشتن. این به این دلیله که وقتی یک رویداد آسیبزا اتفاق میفته، هورمون‌های فرار یا مبارزه، اندورفین و آدرنالین در سیستم عصبی ما موج میزنن. برای چند دقیقه فرد به طور ناگهانی بی‌حس و دچار شوک میشه. اگه تو به حال دیدین که یک گورخر مورد حمله یک شیر قرار میگیره اما بعد از اون فرار میکنه، میتونیم ببینیم که در اون لحظه چطوری هورمون های پرواز یا مبارزه جلوی درد رو میگیرن. اما سوال این نیست که آیا اونا درد و رنج میکشن یا نه، بلکه اینه که چرا درد برای اونا مفیده. برای گوشخوران دست پستانداران، آدرنالین که از ترس و درد تولید میشه اساس رژیم غذاییه، در حالی که برای ما انسان‌ها آدرنالین ضرر داره، چون که هضم اون دشواره و به خون میرسه و در درازمدت باعث آسیب میشه. اما آدرنالین برای حیوانات گوشخوار یک مزیته و انرژی میاره. این همون دلیلی هستش که مثلا گربه ها با موش ها بازی میکنن، به طوری که با فرار و دویدن مداوم از ترس آدرنالین بیشتری و انرژی بیشتری تولید میکنن. به این معنی که هنگام ترشح این هورمون توانایی بدن برای بروز احساس درد کاهش پیدا میکنه. اما با کاهش ترشح این هورمون و آروم شدن بدن، مجددا احساس درد و ناراحتی افزایش پیدا میکنه و انرژی بیشتری برای فرار یا مبارزه مصرف میکنه. سطوح بالای آدرنالین و اندورفین مرتبط با شوک میتونه به عنوان مسکن عمل کنه. این در مورد انسان ها هم صادقه. انسانی که در یک تصادف دلخراش صدمه دیده ممکنه تا زمانی که شوک تصادف بعدن از بین نره درد احساس نکنه. همینطور در طول پروسه مرگ انسان دیگه هیچ دردی رو تجربه نمیکنه، به دلیل اینکه بدن دچار بیهسی و شوک میشه، به حالت یه نوع خلسه میره و بدن به طور طبیعی شروع به خاموش شدن میره. برابر این حیوان اصلا ساکت و آروم نیست، در اون لحظه درد و رنج نمیکشه، چون که در حالت شوکه و از نظر روحی گیج شده. بنابراین اونا درد نمیکشن، توی شوک میرن. شوک آخرین تلاش بدن حیوانات برای حفظ اندامهای خود هست. بدون شک اونا مقداری درد و همون دقیقه اول احساس میکنن، اما بعد به دلیل ترس زیاد به حالت شوک میرن. مرگ اونا از نظر ما که شاهد هستیم وحشتناکه، اما اونا در اون لحظه در حالت شوک و گیجی هستن. اگه میبینین در حال دست و پا زدن هستن، میخوان خودشونو از اون مهلکه نجات بدن و فرار کنن. این گیج شدن ذهنی میتونه باعث بشه که اونا کمتر به درد و ناراحتی پاسخ بدن. درد یک پاسخ طبیعی به آسیبه و در بسیاری از گونه های مختلف از جمله حیوانات وحشی وجود داره. این مکانیزمی هست که به حیوانات کمک میکنه از آسیب بیشتر جلوگیری کنن و بقا رو تقویت میکنن. When I was 11, I had like بسیاری از انسان‌هایی که از آستانه مرگ نجات یافتن، اونو به عنوان یک احساس آرامش بی‌اندازه توصیف کردن. Are you afraid of death?
No, I'm not. هر درد یا وحشتی که اونا احساس میکنن از بین میره یا به سادگی بی ربط میشه. اغلب به صورت لغزیدن در حالت رویایی یا به خواب رفتن توصیف میشه. به نظر میرسه که برای حیواناتی که تومه میشن هم همینطوره. سیگنال های درد ممکنه هرگز شروع نشن. مورد بعدی اینه که حیوانات مانند انسان ها فرایند های ترس رو ندارن. یک حیوان معمولی به ویژه حیوانی که به طور منظم با شکارچیان روبرو میشه عادت میکنه تا مقدار زیادی درد رو نادیده بگیره. زمانی که یک حیوان وحشی دنبال تومش میدوه، تومه اونقدر آدرنالین تولید میکنه که از ابتدای ترغیب گریز تا زمانی که فرار میکنه و نجات پیدا میکنه، تومه هیچ دردی رو احساس نمیکنه. این سیگنال های عصبی ما هست که به ما امکان میده از صدم زدن به خود یا تشدید ضربه موجود خودداری کنیم. و مانند بسیاری از عملکردهای دیگه در بدن ما تحت کنترل پیچیده است، به طوری که همیشه به نفع ارگانیسم عمل میکنه. بنابراین برخی هورمون ها در بدن ما مانند اندورفین و آدرنالین میتونن درک درد رو زیاد کنن. به طور طبیعی حیوانات طوری تکامل یافتن که وقتی احساس درد غیر ضروری یا مضر هست اونو رها میکنن. پرندگان به طور متوسط آستانه درد بسیار بالاتری نسبت به پستانداران دارن، چون که اونا اغلب هنگام پرواز از میان شاخه ها خودشون رو کبود میکنن و میبرن و نمیتونن حواسشون رو با درد در هوا پرت کنن. چرا بعضی شکارچیان عموما تومه خودشون رو زنده میخورن؟ چرا قبلا اونا رو نمیکشن تا عذاب نکشن؟ حیوانات شکار به رنج اهمیتی نمیدن. این یک مفهوم انسانی هست که حتی به ذهن اونا هم نمیرسه. مثل اینه که گیاهخواران خیلی نگران احساسات هویج یا کدو سبزی که میخورن نیستن. دکتر دیوید لیوینگستون توسط یک شیر در آفریقا مورد ضرب و شتم قرار گرفت. داستان اینی که اون در چند دقیقه اول در طول این قسمت احساس شوک کرد، اما زمانی که نجات پیدا کرد دردش شروع شد. بنابراین اکثر حیوانات تومه همین احساسو دارن. قبل از اینکه درد پس از شوک شروع بشه میمیرن. شیرها قاتلای بسیار کارآمدی هستند. به راحتی میتونن حیوانات بسیار بزرگی مانند گورخر یا گاومیشو بکشن. اونا با گاز گرفتن گردن تومه، له کردن ستون فقرات یا با له کردن جمجمه میکشن. تومه معمولا قبل از اینکه شیر یا شیرها شروع به خوردن اون بکنن میمیره. کشته شدن توسط سگسانان مانند سگ و کفتار و غیره بسیار بدتر از گربه سانانه. اونا تمایل دارن تومه خودشون رو زنده زنده بخورن. شیرها هم گاهی این کارو انجام میدن، اما هنوزم تلاش میکنن تومه خودشون رو خفه کنن. ببرها اگه حق انتخابی داشته باشن تمیزترین و اخلاقی ترین قتل‌ها رو انجام میدن. معمولا چند ثانیه طول میکشه. یا ابتدا گردن ستون فقرات حیوان رو میشکنن یا لوله های تنفسیش رو خرد میکنن، بنابراین در عرض یک دقیقه میمیره. این مرد میگه در 13 ژانویه 2020 به دنبال دوزان مسلح دویدم و میخوام به این حادثه به عنوان تعقیب و شکنجه شدن توسط یک حیوان وحشی تعریف کنم. هر کسی که به دوزی مسلحانه متوسل بشه و پتانسیل وارد کردن صدمات مضر به هم نوعاش در ازای چند دلار داشته باشه یک حیوان وحشیه. برابر این در این شب خاص یا در اوایل صبح با توجه به اینکه حدود ساعت 2 بامداد بود که این حادثه اتفاق افتاد. ما سر و صدای همسایه رو شنیدیم که دوزان مسلح سعی داشتن به زور در خونش رو باز کنن و من و دوستم برای مقابله یا حداقل ترسوندن اونا بیرون رفتیم. اونا چراغای لمسی داشتن که چهرهشون دیده نمیشد. قمه هایی هم دستشون بود، در حالی که من فقط یه چاقو داشتم. تعداد اونا حدود 6 نفر بود، در حالی که ما 3 نفر بودیم. اونا احتمالا مواد مخدر خطرناکی مصرف میکردن، در حالی که ما به طور ناگهانی از خواب بیدار شده بودیم. چند ماه قبل اونا به زور وارد خونه من شدن و کامپیوتر محل کارم، پول نقد و تلفنم رو دزدیدن. این منو کمی خشن کرد، چون که اخلاقم اینه که به جای تسلیم شدن مبارزه کنم. میدونم که احمقانه و مخاطره‌آمیزه، اما نمیتونم جلو خودم رو بگیرم. اخلاقم اینه. برابر این من هنوز از حادثه سرقت عصبانی بودم و عهد کردم که دفعه بعد که به هر خانواده‌ای حمله کردن اونا رو بگیرم.
ما مطمئنم با اونا روبرو شدیم و اونا تصمیم گرفتن از شر ما خلاص بشن و شاید دوباره وسایل ما رو به دلیل اختلال در عمل کرده اونا سرقت کنن. خیلی سریع اتفاق افتاد. آدرنالین خون بالا بود. تنها چیزی که یادم میاد این بود که یکی از اونا بعد از اینکه با چیزی به صورتم زد از دستم فرار کرد. هرچه اون به من ضربه زد احساس نکردم. در واقع من حتی نمیدونستم چه اتفاقی افتاد. تنها چیزی که به یاد میارم این بود که بعد از اینکه اون به بیرون دوید عجله داشتم تو درو ببندم. اون موقع بود که دیدم خون از صورتم به طرف زمین فواره میزنه. من روی زمین نشستم و منتظر همسایه‌های دیگه‌ام بودم. دو نفر دیگه یعنی یکی از اونا اومد صورتمو دید و عکس العمل قیافش همه چیزو گفت. با واکنش اون فکر کردم چشمام از حدقه بیرون زده. اما من در اون لحظه هیچ دردی احساس نمی‌کردم. خلاصه منو به بیمارستان بردن و زیر چشممو بخیه زدن. هنوز هم احساس دردی نمی کردم در حالی که داشتم بخیه می زدم. بیننده عزیز از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودیم بسیار خوشحالیم. اگه هنوز در کانال مجله آموزشی سرگرمی شکی عضو نشدین همین الان سابسکرایب کرده و لایک بفرمایید تا ما هم برای ادامه دلگرم بشیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.